به غیرت. گروه فخان به غیرت. درود و سلام به تمام همیهنان عزیزم، تمام با وجودها، با غیرتها، با جسارتهایی که وسط میدون جنگ توی کشور خودمون وایستادن و برای کسب پیروزی و آزادی کامل حتی یک قدم هم عقب نرفتن. به طور خلاصه میخوام بگم نمیخوام وقت ویدیو زیاد بشه، روی صحبتم با شهرها و استانهای بیغیرتی که نشستن و دارن توی گوشیهاشون و توی تلویزیون توی اخبار تماشا میکنن که هموطناشون رو از کوچیک تا بزرگ، از دختر تا پسر، پیر و جوون فرقی نداره، همه رو دارن به گلوله میبندن، دارن یکی یکی میکشن تو اوین، تو خیابون، هر جایی که برسه فقط میکشن، قتل عام میکنن که این حکومت کثیف و خونین رو نگه دارن. مگه شما غیرت ندارین؟ مگه اون دختر یا پسری که داره میره آزادیشو فریاد میزنه و گلوله میخوره خواهر یا برادر تو نیست؟ مگه برای تو نمیره به جنگ؟ مگه برای تو نمیره برای آزادی فریاد بزنه؟ روی صحبتم با شهر خودمه، کازرونی که این روزا فکر میکنم یکم غیرتش کم شده یا حداقل خاموش شده. مگه ما تو درگیری قبلی نمیگفتیم که بوت یاریشه؟ همین شعرمون بود، همین نوامون بود، همین آهنگمون بود که صدا میزدیم که بوت یاریشه ریشه. به خاطر جنگ روانی کثیفی که دولت بین یک منطقه خارج از کازرون و کازرون انداخ، ما به خاطر اینکه حتی خاکمون رو به یک منطقه که شاید 50 کیلومتری خودمون بود ندیم، شهید دادیم و حکومت فاسد نیروهایی که فرستاد رو گاییدیم و گذاشتیم اون کنار. اما چی شده؟ از غیرتمون کم شده توی این چند سال که گذشت؟ از غیرتمون کم شد؟ از وجودمون کم شد که الان دارن خواهر برادرامون رو به گلوله میبندن و ما ساکت نشستیم؟ یا دارن از شاهراه کازرون به طرف بوشهر و شهرهای جنوبی میرن که سرکوب کنن مردم رو، اما ما باز خاموش نشستیم و در دکونها رو بالا دادیم و کسب میکنیم و روزی میبریم تو خونمون؟ این روزی که داری میبری با اون روزی که اون سپاهی، اون بسیجی، اون فرد کثیفی که داره نون میزنه تو خون مردم میخوره هیچ فرقی نداره ها؟ تا زمانی که تو خاموش نشستی و بیطرفی، هیچ فرقی با اون طرف نداری ها؟ مگه چی شده؟ مگه تو از نوادگان افتخار نمیکنی که آریایی هستی؟ مگه تو غیرت شهر دشاپورت نیست؟ مگه غیرت شهر بناصر دیوانت نیست؟ مگه همیشه برای اینا رگ غیرتت بیرون نمیزنه ها؟ مگه تو هر جایی که ما بودیم غیرتمون رو نشون ندادی؟ هر جای دنیا، هر جای ایران که بری بگی کازرونی هم میشناسنت، چرا الان خاموش نشستی؟ چرا الان هیچ کاری نمیکنی؟ چرا الان سکوت کردی؟ الانی که باید کاری انجام بدی چرا سکوت کردی؟ روی صحبتم به تمام برادرها و خواهرها، بزرگتر کوچکتر، هر کسی که توی این شهر زندگی میکنه، میخوام غیرت کازرونی رو نشون بدید. اول کازرونی، بعدم ایرانی. به اون پیناموسایی که وارد کشور شدن و هیچ کدومشون ایرانی نیستن و برای اینکه پول
چوب حراجی که به تمام نفت و گاز و سرمایه های این ملت زدن رو ازشون نخواهیم بگیریم، بریزن تو حلقومشون، اومدن و ما رو که خودی هستیم دارن نابود میکنن و میکشن و این خیالشون هم نیست و به گفته خودشون پیروزی کسب میکنن. بی‌ناموس بازی اگه بخوایم سکوت کنیم، بی‌ناموس و بی‌غیرت بازی اگه بخوایم سکوت کنیم. من از همینجا به عنوان یک گازرونی که الان پشت پادگان چمران نشستم، این چراغای پادگان چمرانه، اینم جاده دمامه، خب به گفته خودم همون جاده دمام، فراخوان اعلام میکنم برای روز شنبه پر قدرت با قدرت برای هر گازرونی با غیرت که کف خیابون میاد و شعار میده و فریاد میزنه و ما براتون میجنگیم، به عنوان یک حلقه کوچیکم که شده بیاد تجمع کنید، با ماشیناتون بیان بوخ بزنید، کاری کنید که تجمع ایجاد بشه، بقیه‌اش با ما. فقط شما هسته اول قیام رو روشن کنید، نذارید بشینه. یه چی خبر خوبم براتون دارم، ببینید که تو ماه آینده آبان، ما هفت آبان، ما تاریخ فتح بابل رو داریم به دست کوروش کبیر، کوروش بزرگ. میخوام تا اون روز قیامت تو ایران برپا کنید برای این آخونده کثیف، برای این نیروهای کثیفی که زندگی رو برای ما جهنم کردن، که هفت آبان که روز فتح بابل هست رو روز فتح ایران و ایرانی هم باشه دوباره. میخوام جشن بگیریم، جشن باشکوهی که شاهنشاه ما گرفت توی اون پاسارگاد، جشن 2500 ساله. میخوام یک بار دیگه آتش همون عشق رو دوباره برپا کنیم. افتخار میکنم که کازرونیام و میخوام که فردا شنبه حتما توی این تجمع شرکت کنید و نشون بدید غیرت کازرون و ایرانی رو به تمام دنیا. سپاسگزارم از همتون، شبتون بخیر.